انسان خوشبخت کسیه که برای تجارب دیگران، تجربه های مثبت دیگران ارزش قائل میشه. اگر ماها از تجربه های یکدیگر استفاده کنیم، انقدر شکست در زندگی هامون زیاد نمیشه. اکثر شما ها الان به نوعی با دارو و دکتر سر و کار دارید. میشه گفت اکثر انسان ها بیمار هست، یا بیماری عصبی یا بیماری جسمی. کمتر کسی را پیدا میکنید که سالم باشه، این چی که باید باشه نیست. علتش در سه چیز هست. علت مادیش در سه چیز هست. اول که هر سه اینها با حرف ت در فارسی شروع میشه. اول تنفس ما غلط شده. این اتاقی که پنجره هاشون میبندن شایسته نفس کشیدن انسان نیست. این شهر پر تراکم و پر دود و پر سربی که در هوا رها میکنن وسیله های نقلیه دود کارخانه، این فضا را برای تنفس ما آلوده کرده. پس تنفس ما دچار اشکال شد. دومیش تغذیه ماست. اون چیزی که باید بخوریم نمیخوریم و چیزهایی را که نباید بخوریم میخوریم. یعنی سوختی را که برای ایجاد انرژی باید به بدن بدیم سوخت غلطی است. این دو. سومی تحرک ما دچار ایراد شده نسبت به انسانهای 20 نسل گذشته، 10 نسل گذشته، 15 نسل و همینجوری عقب. هر چه عقب برید سلامت بیشتره. ببینید این آقا عذیت. در گذشته برای یعنی سیگار هم مزید بر علت میشه. در قسمت تغذیه مثلا غذای سرخ کرده را غافلیم اکثر ما که برای بشر این سم عمل میکنه. چربی را باید به اندازه‌ای بخور آدم که بدن بسوزانه اون چربی را، و تحرک باید در حدی باشه که همیشه بدن سوخت و سازش در حال کامل باشه. چه باید کرد برای فرار از این وضعیت؟ برای نجات از این وضعیت چه باید کرد؟ بنده تجربه 19 ساله را 20 ساله را خدمت شما عرض میکنم در یک کلام مختصر 5-6 دقیقی، و امیدوارم هر کدام یک بار امتحان کنید این قضیه. قطعا هر کدام از شما یک دوره این را امتحان کنید، مثل بنده مدافع میشید و مروج میشید خودتون. خانه ها را چرا هر چند وقت یک بار نظافت میکنن؟ دود میگیره، کاغذ دیواری کثیف میشه، کف اتاق کثیف میشه. سماور چرا نیاز به جرمگیری پیدا میکنه؟ موادی که پخته میشن برای خوراک بشر، این مواد رسوب بر جا میگذارن در داخل عروق، در داخل اعضا. این عروق باید پاکسازی بشه و ما نمیکنیم این کار. راهش را به ما یاد ندن. بنده با کمال جرأت و شهامت میگم علم پزشکی 100 سال شاید هست که بیراه داره میره، و در آینده متوجه خواهند شد که این راه که تو میروی به ترکستان است. ترسم که به کعبه نرسی عربی. داروی بشر را خداوند میفرما در نزدیکترین جا، هر دردی به شما دادم در نزدیکترین جا درمانش را هم برای شما گذاشتم، بگردی پیدا کن. برای پاکسازی این رسوب ما که توان نداریم شهر را از آلودگی نجات بدیم، و شاید ارزه نداشته باشیم تحرک را زیاد کنیم، ولی تغذیه را میشه یک کاریش کرد. با اصلاح تغذیه میشه انسان خودش را انسان به حالت نزدیک به طبیعت برسانه. چه باید کرد؟ عده‌ای معتقدند که مطلقاً از همون لحظه‌ای که به این اصل اعتقاد پیدا کرد، مطلقاً دیگه تا پایان عمر لب به مواد ممنوعه نزنه. اما بنده عرض کردم با نشیب و فراز بسیار به این نتیجه رسیدم. در هر سال نیاز هست که ما 40 روز به صورت طبیعی زندگی کنیم. مطلقاً چیزهای حیوانی نخوریم. گوشت،
تخم‌مرغ، شیر، ماست، کره، روغن، روغن حیوانی، پنیر و چیزهایی که با اینها درست میشه، مطلقاً این را حذف کنیم از زندگیمان، از این درون چهل روز. این یک اصلش. اصل دوم، مطلقاً چیز شیمیایی نخوریم و حتی آبی که مواد شیمیایی درش هست، آبی که تصفیه میشه یک موادی از مواد شیمیایی درش هست. از آب میوه اصلا تشنه نمیشه آدم که زیاد آب بخواد، هم میوه کافی. مواد شیمیایی هم کلن حذف میشه از زندگی و مواد گیاهی پخته شده، یعنی پختنی هم ممنوع، نان ممنوع، پلو ممنوع، نمیدونم چای ممنوع، آب جوش ممنوع، اونی که سیگاری سیگار ممنوع. یعنی فکر کنه که در یک باغ میوه، باغی که سبزیکاری داره و باغ میوه زندانی شده. شما سخت‌ترین بیماری رو قبل از اینکه کارد استخوان را بریده باشه، نه کارد استخوان برسه، کارد استخوان رسیده را هم مداوا میکنه، هر بیماری که در خانواده‌هاتون هست امتحان کنید باش. البته یک اصلی را هم خدمتتون بگم، بنده با اعتقاد به این اصل که لا مؤثر فی الوجود الا الله، عمر و زندگی چیزی نیست که به این سادگی دست خوش ماجرا بشه. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. اگر عمری طلب داشته باشه، سخت ترین شدید ترین بیماری تا ساده ترین بیماری، شما از ریزش مو تا سرطان را در نظر بگیرید، با 40 روز خامخواری اگر خوب نشه، با 42 قطعا خوب میشه. اگر من تجربیات این 20 ساله را بگم، اولا با 10 سال برای شما حرف زدم و بعد انقدر چیزهای غیر قابل باور در این گفته ها پیدا میشه که واقعا قابل شنیدن نیست برای خیلی ها. مخصوصا طبقه پزشکا میگن اصلا ممکن نیست، مثلا هپاتیت بی معالجه شده باشه، میگیم هست و بیا بریم تا نشان بدیم. چندین سرطان پیشرفته در این مدت بنده دیدم مداوا شده، سکته های مغزی، سکته های قلبی، کسانی که دکتر گفته از پله هم پایین نباید بری، زیر بار ارتباط بگیرن، در حمام خودت لیف نباید بزنی، باید کسی دیگه این کار را بکنه. الان 2 ساعت والیبال بازی میکنه در روز، هر روز کوه طاووسان کرمانشاه را هر روز میره بالا، کسی که اینجوری آورده بودنش تهران و باید میرفت اتاق عمل، بنده گفتم اگر رفتی دیگه سراغ ما نیا. گفت چه کار کنم؟ گفتم یا علی ما این سیب شروع کن، 40 روز فقط از همینا میخور. بعد 40 روز کلی از این اضافه های بدنش ریخت و الان هر هفته ای دو هفته یک بار زنگ میزنه به من، میگه روزی 2 ساعت والیبال بازی میکنم و یک بارم کوه طاووسان رو هر روز میرم بالا. البته کوه خیلی بلندی نیست کوه طاووسان. این خواهش رو دارم که شما ها یکی یک بار این کار رو امتحان کنید. برای 20 سال تجربه بنده ارزش خواهد داشت. 20 سال تجربه و به خطر انداختن و آزمودن این کار، البته من مبتکرش نبودم، مرحوم آرشاویردر آوانسیان از عزیزانی که در ایران زندگی میکنن، از ارامنه ایران، ایشان به این راز بزرگ پی برده بود و بنده ایشان را پیغمبر سلامت روزگار خودمان میدانم، رسول سلامتی انسان میدانم ایشان را. سالها در خدمتش بودم. فرمودن که، گفتم چطور شد به این حقیقت دست پیدا کردی؟ فرمودن که من جز بهترین خانواده هایی بودم که حتی گوشت قرقاول هم در سیستم غذایی من بود، کب کم بود، یعنی اینقدر تغذیه روی درست بود، در به قول خودشان انواع ماهی بود، انواع گوشت بود و خیلی خوب تحت نظر پزشک. هر چند سالی که از بچه ها میمود از سوء تغذیه، این همه تغذیه درست و بچه ها از سوء تغذیه میمودن و خود من بیماری های سخت گرفتم و بعد رفتم به دامنه های همین تپه های اونور شمیران، یعنی نزدیک های کوه، رفتم اونجا که خودکشی کنم، از کوهی از صخره خودم رو پایین بندازم خودکشی کنم. یک مرتبه آهوی از کنار من بیرون رفت از این تپه ها، صحبت مثلا 40-50 سال پیشه، آهوی کنار رفت، بالا رفت از کوه، صدایی در درون من گفت که آرشاویر آهو باش. یعنی من گرفتم مثل اون یافتمی که اون دانشمند از سقوط یک سیب از درخت گرفت و نیروی جاذبه را کشف کرد، گفت پیدا کردم که باید مثل آهو زندگی کنم. و آمدم در منزل، پنجره ها را باز کردم، در اتاق را نبستم، از وسیله گرمازا استفاده نکردم و شروع کردم به مواد گیاهی خوردن. یکی یکی بیماری ها رفع شد و من در سن 75 سالگی دیدم ایشان را.
کولباری از کتاب بردوشش بود، کتابش به نام خامخاریج به 70 زبان دنیا چاپ شده و شیوهی داشت برای وزیر بهداشت و درمان هر کشور نامه می نوشت با 1000 جلد کتاب احتایی که این کتاب را شما در اختیار پزشکان کشورتان قرار بدید و پولی هم نمی خواد بفرستید. اونا هم بیشتر از پولی که لازم بود می فرستادن و صرف چاپ بعدی می کرد. به 70 زبان دنیا این کتاب چاپ شد. الان البته زیاد در دسترس نیست، وقتی خودش فوت شد دیگه کسی دنبال کار را نگرفت. این تجربه 20 ساله بنده است در این زمینه. بیماری های وحشتناک، بیماری هایی که اصلا غیر قابل باورش علاجش در سیستم پزشکی مداوا شده. این خانم عزیز هم به توصیه بنده چند روز، خانم الان 16 روزه با بیماری اعصاب و بیماری قلب شروع کرده این رژیم را، چند تا از قرصاش کم کرده، الان هم عرض کردم که هر روز یک دانه دیگه کم کن، اصلا نترس، قول میدم خوب بشی و به همه شما هم این نوید را میدم، هر کس بیماری در منزل داره با این روش بره جلو و خوب میشه. البته من کاری با مرگ ندارم، مرگ در دست خداست. حالا ممکنه علم امروزی خیلی چیزا برای خودش ببافه، ولی بنده میگم سحر با معجزه پهلو نزنن. دل خوش دار سامری کیست که دست سوید و بیدا ببرد، همین شعری که الان خواندم. علم امروز در برابر علم حق همون سامری و عیسی، سامری و موسی است. این علم حقه. حق در این در آشپزخانه طبیعت این را برای ما چیزهایی که بدن ما لازم داره گذاشته و ما باید گاهی به این پناه ببریم، از همه چیز ببریم. مثل ما که از شهر خسته میشیم به یک آلاچیق در بیابان در کوه، به یک خانه کوهستانی پناه میبریم برای چند روزی که اعصابمون سر جا بیاد، حالا برای چند روزی به این باید پناه ببریم. امتحان کنید یکی یک چله این کار رو بکنید، بعد اگر چله در سال سخته، هفته 2 روز یا ماهی 7 روز این کار رو بکنید. مادر بنده در سن 80 سالگی ماهی 7 روز این کار رو انجام میده. اصلا در منزل ما قرصی وجود نداره، اصلا ممنوع این دکتر و اینها هیچ، فقط دکتر را، پزشک را برای مواردی قبول داریم، برای جراحی و تصادفات و تشریح اندام که بدانه در این بدن چه میگذره، اینجاش خیلی محترمه. ولی اینکه دارو مینویسه نسخه میده، شنیدم که در اینجا پزشکان اینجا هم دارو کم میدن خوشبختان. آفرین بر اینها که پی بردن که بدن قوی تر از اینه که با آمپیسیلین و غیره و غیره درستش کنن. داروی را میدن، بعد 10 سال میبینن خودشون پشیمان شدن، این بیماری جدید که آمد مال همین دارو است. مثلا کورتون، اولین آرادش پوکی استخوانه، یه جای آدم را خوب میکنه، جای مهمتر را فستون و بدن روش استواره از دست میدن. دیگه بیشتر از این وقت را نمیگیرم. امیدوارم که برای این تجربه گرانبهای اون بزرگوار مرحوم آوانسیان ارزش قائل بشید و هر کدام از شما بعد از نتیجه گیری خودتان یکی یک مبلغ و سفیر این قضیه بشید. یا